برتری پرگل الهلال با ستارگان گرون قیمت و فوق‌العاده‌اش مقابل نساجی مهدی رحمتی. از همون ابتدا طبق پیشبینی ها واقعا الهلال بهتر بود و در دقیقه 4 روی حرکت عالی نیمار، موقعیتی که میشل برای میتروویچ فراهم کرد، دروازه نساجی باز شد، اما خوشبخت بودیم که داور این صحنه رو آفساید اعلام کرد و گل مردود شد. در ادامه در دقیقه 19 بالاخره گل اول الهلال به ثمر رسیده شد. کار ترکیبی و دیدنی الهلالی ها درون محوطه جریمه با پاس محمد البریک همراه شد و ضربه سر میتروویچ توپ رو روانه دروازه نساجی کرد و حساب کار 1-0 شد. در ادامه نیمه اول کاملا تحت تاثیر درگیری دقیقه 31 بود که محمدزاده و میتروویچ درگیر شدن و در ادامه با دخالت سلمان الفرج و امیر محمد هوشمند این دو بازیکن از زمین اخراج شدن و نیمه اول کلن حواشیش خیلی زیاد شد و در نهایت 1-0 نیمه اول به پایان رسید. با شروع نیمه دوم باز هم الهلال تیم بهتری بود. طبیعیه، واقعا فوق‌العاده بودن تو این بازی. در دقیقه 52 میشل میتونست گلزنی کنه که رشید مظاهری این توپ رو سیو کرد و همچنان اختلاف رو 1 نگه داشت. در ادامه حملات الهلال خیلی بیشتر شد و واقعا خیلی حمله کردن و در نهایت در دقیقه 59 روی پاس عمقی ناصر الدوساری نیمار حرکت کرد و ضربه پای چپ خوشگل خودش دروازه رشید مظاهری و نساجی رو برای دومین بار باز کرد و حساب کار 2-0 به نفع الهلال شد. الهلال خیلی زود میتونست گل سوم رو هم بزنه که واقعا بدشانس بودن. روی توپگیری عالی بازیکنای الهلال و حرکت دیدنی کولیبالی تا پشت محوطه جریمه نساجی، نیمار هم ضربه‌اش رو خوب زد، اما تیرک دروازه مانع از گل خوردن نساجی برای سومین بار شد و همچنان حساب کار 2-0 باقی موند. در ادامه در دقیقه 70 هم نساجی موقعیت بسیار عالی داشت که خطرآفرین شد روی دروازه الهلال. روی اشتباه کولیبالی موقعیت برای شوت‌زنی اسماعیل بابایی فراهم شد، ضربه‌اش رو هم عالی زد که تیرک دروازه با اون یار نبود و این گل در نهایت به ثمر نرسید و موقعیت بسیار جدی برای نساجی از دست رفت. در ادامه هم نساجی گل سوم رو دریافت کرد در وقت‌های اضافه. کورنر رو مدافعین نساجی برگشت دادن و در برگشت ضربه روپا و دیدنی صالح الشهری دروازه نساجی رو برای سومین بار باز کرد و در نهایت این بازی جذاب و دیدنی و پرموقعیت در ورزشگاه آزادی با برتری 3 الهلال به پایان رسید. نتیجه‌ای که میتونست بیشتر از این اختلاف باشه. واقعاً سطح نساجی با الهلال خیلی زیاده از لحاظ قیمت بازیکن‌ها، کیفیت بازیکن‌ها، امکاناتی که وجود داره. نه تنها نساجی، واقعا تیم‌های عربستانی الان چند لول بالاتر از فوتبال آسیان، هرچند ما که با این امکانات با این وضعیت میشه گفت جزء لیگ‌های ضعیف و تیم‌های ضعیف آسیایی، حداقل از تیم‌های قطری، اماراتی، عربستانی در غرب آسیا پایین‌ترین، کره و ژاپن هم که نمیتونیم نزدیکشون بشیم در حال حاضر. در نهایت هم امیدواریم که زودتر شرایط فوتبال ایران، تیم‌های ایرانی بهتر بشه، فوتبالمون پیشرفت کنه، که با این شرایط و این فضایی که ما می‌بینیم خیلی بعید این اتفاق بیفته. حالا فقط تنها چیزی که وجود داره میتونیم امیدوار باشیم. در نهایت هم خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.